این بار به جای المپیک مسابقات سه جانبه تو سوچی برگزار شد. شیخ فری و پوتین و اردوغان، به نظرتون تو این مسابقه نظام ولایت باخته یا برده؟ و رهبرهای باند شیخ فری که دم از اتحاد استراتژیک و مثلث ثبات در منطقه و نشست تاریخی سوچی میزنن، اما اون باندی ها یه چیز دیگه میگن. نگاه کنید، در بیانیه مشترک روحانی، پوتین و اردوغان صورت گرفت. رؤسای جمهور سه کشور در یک نشست سه جانبه که در تاریخ 22 نوامبر 2017 در سوچی برگزار شد، بر عزم خود برای ادامه همکاری فعالانه بین سه کشور ایران، روسیه و ترکیه به منظور برقراری صلح و ثبات در سوریه در نظر گرفته شده توسط قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کردند. بر اساس قطعنامه 2245، خب اون تو چی نوشته بود؟ اگه یادتون باشه این قطعنامه بر مبنای کنفرانس ژنویه که یه جورایی توش میگه دولت انتقالی سوریه بدون بشار اسد. این همون قطعنامه‌ایه که نظام ولایت تو تمام گفتگوهای قبلی باهاش مخالف بود. احتمال انعطاف سیاسی ایران و ترکیه در نشست سوچی. نقش تعیین کننده در نشست سوچی با مسکو است. نگرانی هایی وجود دارد مبنی بر این که با توجه به هزینه هایی که محور مقاومت به رهبری ایران در سوریه پرداخت کرده است، تهران نتواند در میز مذاکره در برابر روسیه در برخی از مسائل ملاحظات مد نظر خود را درباره آینده سوریه اعمال کند. در سوچی شاهد مذاکراتی حساس هستیم و مذاکره بدون انعطاف به نتیجه نخواهد رسید. بسیاری معتقدند که تفاهم آمریکا و روسیه پایان بخش بحران در سوریه است. آیا نشست سوچی محلی برای همراهسازی تهران و آنکارا با همسویی مسکو و واشنگتن است؟ تماس تلفنی پوتین و ترامپ نشان از هماهنگی آمریکا و روسیه در سوریه است. بله، رفتن تو خط نرمش قهرمانانه. اون بار سر هسته‌ای نرمش قهرمانه نکردن و اسمشو گذاشتن برجام. این بارم سر سوریه نرمش قهرمانانه میکنن و احتمالا میشه برجام دو. البته مجبورن این جام زهرم سر بکشن چون زورش زوره. ترامپ از قبل با پوتین صحبتاشو کرده. در مذاکرات آستانه نیز آمریکایی‌ها به عنوان عضو ناظر در روند گفتگوها حضور داشتند. پس می توان گفت که آمریکا در روند معادلات سوریه حذف نشده است، بلکه برخی از نقش‌های آمریکایی‌ها به روس‌ها تفویض شده است. با توجه به نوع مناسبات و مراودات روس‌ها با سعودی‌ها، می توان گفت که مسکو ملاحظات ریاض را هم در سوریه مد نظر دارد و در صدد تأمین نظر و جلب رضایت آنهاست. بقای بشار اسد برای روس‌ها خط قرمز نیست. بله، خود نبود سبزعلی رضایی هم آه و ناله میکرد که معلوم نیست مسکو سهم ما رو تو این بازی میده و کارت خودشو خرج ما میکنه یا نه. اگه رسانه های نظام رو موشکافی کنین، حرفشون اینه که این جام زهر دوم و سوم مثل آش کشک خاله عظماست. بخوری پاته، نخوری هم پاته. بزن بریم فعلا، خدا نگهدار.